حالا هم دیر نشده است تا پیش این ظنیم گریفته شود و ملت و وطنی عزیز به عزت و که به آن شایسته است برسد. خداوند انسان را فیترتن آزاد آفریده است و روحش را خودش انتخاب نموده به عملکردهایش کردهایش طبق قانون آسمانی و زمینی خودش جابگر است. لیکن نفران خودخواه که از حدی خیش گذشته حقوق دیگران را پایمال نمودند برای حمایه اشان را ایجاد می تا نزدیک کسی جابگر نباشند. رحمانوف هم از زمره زالیمان است که برای خود و آیلش قانون ای را به امضا رسانیده است تا اینکه مقام دخل نپذیری داشته باشد. سال مطرح می شود که چی سبب شده است که پیشوا نه از خدا ترس دارد نه از بنده خدا؟ جا این سال را هر نفر از خود بپرسد که من کیستم و در این راستا چی مسئولیت دارم؟ барои одамоне ки ба зарурати ҷавоб додан ба саолҳои ман кистам ва ҷойи ман куҷост дучор меоянд дин ҷавобҳои ҷолиб медиҳад ин тавр бошад ба сурӯғи қуръон ки китоби роҳнамои башариат аст меравем ва ёд кун он замонеро ки парвардигорад ба фариштагон гуфт ҳамоно ман дар замин насли инсонро меофарам ки баъзе ҷонишини баъзеи дигар мешаванд و یقیناً ما نسل آدم را گرامی ساختیم و آنها را بر بیشتری آنچی آفریدیم برتری بزرگ بخشیدیم چنانه میبینیم هم در قانونی وطنی و هم در قانون الهی انسان صاحب اختیار بوده مقام خاص را صاحب میباشد و این کرامت که آفریدگار به انسان عطا نموده است باید از طرف هر نفر حفظ کرده شود تا ظالمه این نعمت با ارزش را بنستی نرساند متاسفانه این کرامت و شرافت مردم از تجاوزهای رحمانوف قریب که بنابودی رسیده است. انسان آزاد آفریده شده است اما همیشه در زنجیر گرفتار است که خودش آن را بافته است. از اینجا برمی آید که انسان به هر آن مشکلی افتاده است از حاصل دستی خش بوده و بیرون شدن از آنها هم به خودی او وابستگی دارد و کافی است حقش را داند و از خود دفاع کند و از چاره های موجوده استفاده نموده تا در حل مشکلاتش نامد نشده مبارزه را دوام دهد. حادیسه های سرحدی باری دیگر اثبات نمود که برای این بنام پیشوای ظالم غیر از خود و آیلهش جان یگان ساکین وطن ارزش ندارد. خودتان قضاوت کنید. حکومت قرغیزستان 150 هزار شهروندانی نزدی سرحدیش را به مکانهای امن کوچانیده برایشان مکان و تعام حاضر کرده بحری فوتیدگان روزی خاصه را ملی میلی اعلان می نماید. پیشوای چاپروسان باشد مردمی آسایشته بی تجریبه را با لافی وطنداری و حفظی وطن به جنگ پیش نموده به کشتن می دید. و بعد از مرگشان عادی ترین وظیفه انسانی را که تسلیت می باشد به زبان ناورده مرگ کودکان و مادران و جانمردانی وطن را با خنده تحقیرامز یتیم فیخاین چون این خلاصگیری می نماید. مرگ و غم و درد شما وطنداران خورسندی من و آیله من و وزیرانی چاپلوسی من است هموطنان گرامی احساس عزت کردنی قرزها از جسارت و عملکردهایشان کردهایشان می باشد. آنها در سی سال پرزیدنت های نالای را پی هم ایوز کرده قدر و آزادیشان را حیفظ نمودند و امروز این احترام را از طرف حاکیمانشان به دست آوردند. یعنی با راه مباریزه حقشان را طلب کرده ظالمان را سبک دوش کردند. متاسفانه ما با سفسته این ظالم که مدام سالهای جنگ شهروندی را فراموش نکنید و شکرانه ای تینجی نماید میگوید باور کرده هم از نان مانده و هم از جان و قریب است که کرامت خدا داده را هم از دست دهیم. حالا هم دیر نشده است تا پیش این ظالم گرفته شود و ملت و وطنی عزیز با عزت و شهامتی که به آن شایسته است برسد فقط از تجربه های گذشته و فرصت های موجوده به پرگی استفاده نموده به حکومتی آیلوی خاتیمه دادن لازم است. چونان متفکری اولهای اصر بیستی میلادی عبدالرحمن کواکیبی گفته است شخص خودکامه اگر در پیش خود مانع آهنی نبیند همه این مرس ها را می گزارد. اگر ظالم در پهلوی شخص مظلوم شمشیر بیند به ظلم اقدام نمی کند. چونانه که می омодагӣ барои ҷанг монеи ҷанг мегардад